آیبورگ یه زش سوال کردن که یکی از پاسداران اومده بود جلوش گفت آیبورگی خدا رحمتش گفت که آقا در کشورهای غربی کسی کشفی بکنه چی بهش میدن؟ گفت بهش جایزه میدن بهش فلان ده. واقعا اینطوریه در کشورهای غربی به علم به ارزش به اینها ارزش قائلن، به انسان ارزش قائلن، مثل کشورهای خودمانی است که انسان آخرین درجه اهمیت رو داشته باشه. اینها که به دین کافر شدن معیارهای انسانی رو دارن، ارزشهای انسانی رو دارن، بسیاری از ارزشهای انسانی رو که در واقع اصول ادیانه اینا دارنشون و یعنی حداقل اگه دین رو رها کردن تا حدودی آزاد شدن برای کشور خودشون، برای داخل خودشون، سیاست های بیرونشون که اون که هر چی دلت میخواد بگو. خب اما بر ملت خودشون به آزادی واقعا معتقدن، چنان به آزادی معتقدن تقریبا شبیه توحید پیش یک نفر مسلمان راستین. بعد و در داخل کشور خودشون الان استبدادایی که میخواد برقرار بشه اینا رو باز قانون جلوش داره میگیره. عرض به خدمت شما، اینها اومدن این افرادها رو درست کردن و گفتن که بله این کتاب برای شیعیان ما کافیه و اونام مقلد این کتاب شدن. میگن ببین شما رو با خدا میگن قرآن کافی نیست، با کمال وقاحت میگن همیشه تو تلویزیون ها میگن آقا قرآن کافی نیستش، اما کافی کافل شیعتن. شما از خدا نمیترسید؟ شما عقلتون رو کجا گذاشتید؟ قرآنی که وحی خداست، معجزه قرن، معجزه تاریخه، این کافی نیسته. چرا چون کافی؟ چون عمر گفته این کافی نیست، اما کافی کافل شیعتنا، کافی بر پیروان ما کافیه. یک ذره انسان ببینید چطوری عقل مردم رو خراب کردن.